بس یکی از دوستان رسیدیم به بحث چی؟ توی رسیدیم بحث افسون ها. گفتیم ببین دوباره بهتون میگم، قدرت وردپرس توی تمشه، تو پلاگینشه، توی اوپن سورس بودنشه. نگاه کنید، پلاگین یا به عبارت خودمون افسونه، شما واسه هر کاری میتونید افسون های مختلف داره. نگاه کنید مثلا همین سایت، بریم ابزار وردپرس نگاه کنید. بریم تو این سایت ابزار وردپرس، نگاه کنید افسونه های وردپرس. مثلا ببینید واسه هر چیزی افسونه های مختلف داره. مثلا افسونه های ضروری هر سایت، ببین داره توضیح میده، شما میگن واسه هر کاری افسونه داره، یعنی کاراشو با افسونه امنیتی وردپرس. پکیج های افسونه های سئو، سرعت سئو رو بالا میاره، یا همون مداد زد یا یورپن سئو که واسه اینکه سی اس اس های سایت عوض کنید. افزوده اوتیمیت ممبر رو داره برای اینکه بتونید روی اوتیمیت ممبر یوزر تعریف کنید، ممبر پروفایل بسازید. ریولوشن اسلایدر رو داره که اسلایدر خیلی جالبی میشه باش درست کرد. سیستم خبرنامه وردپرس رو داره، صفحه سازهای ویژوال کامپوزر رو، المنتور رو داره. بعد افزون، ببینید هر کاری که شما در نظر داشته باش برای چیه افزونه داره. یه سری خب افزونه ها پویی هستن، باید بیاید دانلود کنید. یه سری افزونه خودش داره، نگاه کنید شما برید توی کد وردپرس، ببینید برید تو افسونه ها، این افسونه نصب شدهش. مثلا خودش گفتم دیگه ضد هزینامه رو به صورت پیشفرض خودش چیکار میکنه، نصب میکنه. شما میخواید افسونه، یه سری افسونه خب رایگان خودش روش داره. مثلا من یه افسونه که الان میخوام بعدین بهتون بگم، افسونه دوبلیکیتوره. دوبلیکیتور بذار اینو بگرده برام پیدا کنه. کنه امراش اشتباه نوشتم. اسمشو پیدا کنم، افسونه دوپلیکیتور. بذار این امراشو از اینجا متقلب کنیم. ببینید یک نکته هم بهتون بگم، بیشتر از هر چیزی منبع فارسی داره توی ایران، چون اکثر سایت ها باش نوشته شده. شما هر چیزی براش بگردید و میشه چیه براش پیدا کرد. چی میگه این دوپلیکیتور چرا نمی پیدا نمی کنه؟ نمیاره. جز اصلا افسون های خودش ها میشه برش چیکار کرد؟ نصبش کرد. نمیدونم چرا امروز نمیاردش. خب نه دستی نصبش میکنم. خب یه دبلیو پی میگه رو میارد من. اینا مثلا میخواید اینو نصب کنید، برای تنظیمات ایمیل اینا آینده استفاده خواهم کرد. خب زدم میخوام ببینید که افسونه ها میشه همه از روش نصب کرد. ببین همه اکنون نصب کنید، نگاه کنید الان میگه اینو دانلود میکنه و نصب میکنه. کجا داره نصب میکنه بهتون گفتم دیگه، وقتی میاره اینو نصب میکنه، برید تو شوشه وم، تو بوشه دبلیو دبلیو، تو بوشه دبلیو پی، تو دبلیو پی کانتنت نگاه کنید، تو قسمت چی؟ پلاگین. الان این قسمت نصبش میکنه، یعنی شما هر چیزی رو که میزنه نصب کنه میفته اینجا. ببینید یه نکته هم بهتون بگم، اونایی که مثلا واقعا درآمد خوبی داره، مثلا به فرض مثلا یکی میشینه یه پلاگینی رو مینویسه واسه یه کاری، چون این سایت ها خیلی داره تو ایران استفاده میشه، اگه پلاگین خوبی بتونید بنویسید میتونید واقعا فروش خوبی داشته باشید. سایت های همبیار وردپرس، ابزار وردپرس، این ژاکت اینا قشنگ با قیمت های خوبی اینا از شما میخرن و تو سایتشون هم میذارن، یه درصدی باهاتون کار میکنن، درآمد خیلی خوبی داره. بحث پلاگین نویسی واقعا درآمد عالی داره. شما مثلا همه چیز نیست که، بعضی نیازا باید پلاگین بنویسید. یه پلاگین خوب بنویسید و فارسی سازیش کنید و خوب اصلا فارسیش کنید، میتونید قشنگ ازش درآمدزایی داشته باشید. ببین فایل نمایید میزنم. بعد اینکه هر پلاگین رو نصب کردید،
نگاه کنید پلاگین هایی که نصب میشه، نگاه کنید اینجا افتاد اینجا. به مثلا ایمیل پریمیوم ساپورت اینا دوره نسخه این رایگانش هست، میشه نسخه پروش هم گرفت. خب ببین اگر من زدم این افزون افتاد اینجا، شما میتونید این افزونه ها رو به نیاز خودتون، مثلا من نصبش کردم افتاد، اولا موقعی که نصب میشه میشه ببین نصب بشه اما فعالش نکنید. ببین الان در حالت نصبش کردم و فعال نیست. اگه نیاز دارید میتونید روش فعال نمایید رو بزنید که براتون چی بشه فعال بشه. یا مثلا میخواید آقا مثلا به فرض بر مثال پاکش کنید، خب دابریکیت تو وقت نه وسط زدم دیگه داب داب پی ها دابریکیت تو بذارید من بخش شنگو بازی اپن در آوردم دیگه داب ست شد باور کن همین رو زدم کنترل سی آورد. خب اینا این هم یه پلاگینه که من میخوام باش کار کنم. من هر چه هم میزدم نمیم افکر این براشو داشتیم بشه برای نیاشتم. خب این هم میزدم نصب بکنم چون اگر میخوام باش کار کنم نیاز دارم بشنون بهتون توضیح میدم. خب این هم شد نحوه نصب کردن چی افزون آمید. اسمشو میزنید میزنید در حال نصب میشه میاد میفته اینجا. دقت کنید مثلا دبلیو پی میگر افتاد این قسمت. دقت کنید هر افزونه ای هم که دلتون خواست ببینم دبلیو کریتر هم افتاد اینجا. یه روشش اینه که بیاید خب از اینجا بزنید از اون. یه روشش اینه که مثل همون تم زیپش رو آپلود کنید. مثلا فرض کنم من پاک بزار فعالش نکنم فعلا هنوز به افزونه های نصب شده. ببین دابری کریتور نصبه خب ببین دابری کریتور نصب. مثلا من این ایمیل رو خب رفع کردم میکنم این رو یه کپی میگیرم ازش یه جا اینجا زیپش کنم بذارم اینا بذار ادوانس سنتو زیپش کنم اینو میزنم رو دسکتاپ. خب ببینید اگر فایلش هم داشتید چطوری نصبش میکنم میزنم رو دسکتاپ. خب و میام اینو پاکش میکنم. پاک کردن به بعد پاکش میکنم دیگه از اینجا چی میشه پاک میشه. بعد که پاک شد ببینید اینجا به تو شما داره نشون میده غیر فعال شده ها. ببینید سه تا غیر فعال شده داریم همه. ببینید هم غیر فعال ها نشون میده هم پاکش کردم که از اینجا چی شد پاک شد. من میخوام نصبش کنم یه افزودن رو میزنم. میتونید بیاید ببندم خب یکی که از اونجا نصب کنید یکم بارگذاری افزونه بزنید توز همینو نگاه کن اینا اینجا فایل زیپش رو بهش بدید و هم اکنون نصب کنید و بزنید ساب کنید در هم برادن فایلش رو داشته باشید میتونید چیه نصبش کنید. فایل کردن افزونه رو بزنید براتون چیکار میکنه فعال میکنه افزونه. و دقت کنید پلاگین افزونه های هر چقدر که زیاد دارید نصب میکنید این به سیکل کار وردپرسیه اضافه میشه. به نیاز خودتون پلاگین ها نصب کنید اما به نیاز خودتون فعال کنید چون وقتی فعال میشه اگه خیلی پلاگین روی وردپرس خودتون فعال کرده سرعت وردپرستون دوستان میاد پایین. خب من الان میام مثلا الان اینو دوپلیکیتور هم چیکار میکنم فعال نمایید. هر افزونه ای هم که نصب میشه نگاه کنید افزونه ها که نه میاد یه منو اینجاست و منو میذاره. ببین مثلا این همون دبلیو پی میگر که بود اضافه کردیم خودش یه منو داره اینجا. یا مثلا دوبلیکیتوری که من نصب کردم اینجا اومد برای خودش چیکار کرد منو ساخت. یعنی افزونه هایی رو که اضافه میکنه تما معمولا میان تو ابزارکا گزین اضافه میکنن. پلاگین ها معمولا میان تو این پیشخان واسه خودشون واسه تنظیمات اینا یا این قسمت اضافه میشن یا تو تنظیمات این قسمت اضافه میشن یادتون باشه یا در تنظیمات وردپرس خودشون اضافه میکنن یا میان تو این قسمت ها خودشون چیکار میکنن تو منوی پیشخان واسه خودشون پیشخان منو میذارن که بتونیم باهاشون چیکار کنیم کار کنیم. یه نکته دیگه اگر یکی مثلا فرق کنه دارم من بیام این دبلیو پی میگر رو دوباره پاکش کنم افزونه ها میام میگم آقا دبلیو میگر رو فعال کنید. بعد که غیر فعال کردیم میگم پاک کردم. خب یه روشش هم اینه که اصلا میخواد این کارو کنید این فایل زیپشو مگه نداشتید از دسکتاپ ببینه اینو از زیپ در بیارید. ببینه اینو از زیپ در بیارید اینو بیارید کات کنید تو پوشه
یا کپی کنید تو پوشه، ببینید وردپرس خودتون تو پوشه دبری پیکانتن توی پلاگین ها ببینید. آه پیست، اگر اینجا پیستش کنید دقیقا اگر یه ریفرش بزنید نگاه کنید همینجا براتون ببین آفوردش فهمیده چی؟ فعال نمایده، میزنید و براتون چی میشه؟ فعال میشه. اینجا هم منو شده چکاره کرد، ببینید اضافه کرد. یعنی میشه هم واقعه بشه داره، یا سایت دانلود میکنید یا فایلشو میخرید این توی اپلود میکنید. اگه نتونستید زیپ هم اجازه نمیده اپلود کنید، مستقیم من کپی کنید تو پوشه پلاگین رو بیاید چی رو بزنید؟ فعال کردن رو بزنید، براتون چی میشه؟ این هم گزینه چی میشه؟ فعال میشه. خب این هم رسیدیم نحو نصب بعض افزونه ها نشد. ببین گفتم دیگه هر افزونه هم که نصب شد واسه خودش یه سری پوشه داره، یه سری فایل داره. واسه باز کنم واسه همین بگیم توی سی وم دبلی دبلی و پوشه دبلی کانتن داداش پلاگین نگاه کنید دوستان، دانشجویان عزیز ببینید تو این پوشه دبلی که مثلا این اکس، خب هر کدوم از اینا هم که شما بخواید میتونید باش ویرایش انجام بدید. فایل پی اچ پی ان دیگه، ببین روش برید نوت باز کنید میتونید باش ویرایش بکنید و کدای پی اچ پیش هستش. اما از اینجا هم میتونید به ویرایشگر افزونه رو بزنید و میگه آقا متو مواظب باشید دیگه، میگم فهمیدم، میگم بله. خب شما به نیاز خودتون مثلا توی این یعنی اکسیمیت هستم دیگه، بزن هر فایل پی اچ پی شو میتونم چیکار کنم؟ تغییرات بدم روش نکنم کجا پی اچ پیش هستش و میشه. دوستان یکیشون پاور پرسیدید که آخه این که چیزی نیست، همش ساده است دیگه، یه سری خب نصب رو انداز جوی تیک میزنم نصب میشه، تم میزنم نصب. آره حدودا در اول کار که با وردپرس آشنا میشید خب یه سری منو داره، یه سری پلاگین داره، یه سری افزونه داره، اما وقتی میخواید وارد بشید و خودتون کاستومایز سازی کنید یک برنامه نویسی خیلی حرفه‌ای پی اچ پی باید باشید که بتونید از این کدا خوب سر در بیارید، ببینید پلاگین چطوری داره کار میکنه و اینا. گفتم یه کار خیلی پردرآمدی هم هستش این بحث پلاگین نویسی و تبدیل گارپا به HTML.